فیلم که یک داکومنتری است، بارها اشاره میکنن که روحانی اصرار داره این هیئت نمایندگی 3 نفره با خاتمی هم ملاقات کنن، و اینا میگن نه، ما تا زمانی که نوشتارهای شما، امضاهای شما رو نشته باشیم با خاتمی ملاقات نمی کنیم. و اینا به خاطر اینکه احساس میکنن این هیئت میخواد برگرده به اروپا و احتمال داره بازی رو بوشیستا برنده بشن، نشستن سر مذاکره و بعدم رفتن دستپوس خاتمی. و اون موقع نرمش قهرمانانه وجود نداشت، بازی در یک شرایط دیگری صورت میگیره و گرداننده بازی هم جکسترو بود. هیچ کدوم این نمایندگان دیگر نقشی نداشتن، حتی خاتمی هم عددی نبود، جکسترو بود و یک قدرت پشت پرده در تهران، یک قدرتی که همین گروه رو سر کار آورد. هاشمی هم نیست، هاشمی خودشو به اینا وصل میکنه، ولی یک اتاق فرمانی بود که احساس کرد همون هایی که در 2003 وارد مذاکره شدن الان باید وارد دولت بشن. خب پس بنابراین توجه داشته باشید، در 2003 به خاطر حراس از حمله آمریکا اینا مذاکره کردن، الان هم به خاطر ورشکستگی اقتصادی و آنچه که در خاورمیانه اتفاق می افتاد، در سوریه، در عراق و همه. اتفاقا آقای سعید آجرلو در مثلث یک نکته جالبی رو نوشته، یک نکته ظریف، گفته واشنگتن حالا شده لندن، و بعد در این مقاله گفته آمریکایی‌ها حالا پس از این ارتش به منطقه نخواهند فرستاد، چکمه‌دار به منطقه نخواهند فرستاد که کشته بدن، میان به سبک انگلیسی‌های قدیم از بومی‌ها استفاده میکنه، یعنی گونگادین. یادتونه گونگادین؟ گونگادین‌های هندی یادتونه؟ به جای انگلیسی‌ها می‌جنگیدن یا در آفریقا؟ چرا این نظر مهمه؟ بلافاصله دیدیم ناگهان یک تغییر روش، روش تبلیغاتی، اشتباه نکنید، یک تغییر روش تبلیغاتی در زمان دولت اوباما اتفاق افتاد. فاکس نیوز رفت و خانم مریم رجوی رو پروموت کرد، مجاهدینو. یک لحظه گوش کنید، برنامه بسیار مهم آقای کریس والاس. Trying to get rid of their government. Senior correspondent Eric Sean is in France where the group is plotting its strategy. It is a massive call for regime change in Iran. The largest gathering of the Iranian opposition, the National Council of Resistance of Iran, at its annual convention outside of Paris. ببینید ما در عصری به سر میبریم که این آنچه که در خاورمیانه الان اتفاق میفته، حتی در اوکراین هم بهش میگن construction chaos، یعنی شما یک بحران به وجود میارید. این شیوه است، این یه برنامه است، این یک پروژه است. شما بحران‌های مختلفی رو ایجاد میکنید، مثل اینکه یک منطقه رو با آتش یعنی آتش سوزی را میندازید، بعد میایید اون رو تخریب میکنید و نوسازی میکنید. الان بازی در منطقه خاورمیانه بزرگ که تا شمال آفریقا پیش خواهد رفت همینه، داعش همینه. خیلی جدی نگیرید داعش رو، ولی داعش یک هیولایی است ساخته شده در لابراتوارهای نظامی که لازمه حضورش در خاورمیانه در چنین شرایطی در اولویت قرار داشت. نگاه کنید هیچ قدرتی در منطقه الان آسوده خاطر نیست. ترک‌ها خودشون ساختن، به این روز افتادن. من اتفاقا این منطقه رو به این صورت میخواستم برای جوانان، برای نسل شیک ایران توجیه کنم که یک هتلی است به نام بابل، بابلون. در این هتل پسران اردوغان با داعش، دستگاه امنیتی عربستان، پرنس بندر و یارانش با داعش، سپاه پاسداران و قدس با داعش همکاری میکنن، کانترکچی های آمریکایی با داعش همکاری میکنن، MI6 و شاگردان لارنس عربستان با داعش همکاری میکنن. یعنی هیچ تردیدی نداشته باشید، شیعه و سنی همه دارن در این بازی، نقشبندی ها، صوفی ها، صدامی ها، بعثی ها، در این هتل در واقع هر کدوم یک طبقه ای رو گرفتن
و دارن برنامه هاشون رو پیاده میکنن. چه کسی برنده خواهد شد؟ هنوز مشخص نیست. وقتی قرار شد که تصمیم بگیرن چگونه باید منطقه رو بالکانیزه کنن، همین جوری که امروز یک مقاله بود ترکیه هم تجزیه خواهد شد. این که ما ده ها سال داریم میگیم که تجزیه ترکیه هم در برنامه است، تجزیه ایران و سوریه و عراق و عربستان هم در برنامه است. اما ما چه باید بکنیم؟ تنها راه ما این است که لابلای خطوط رو بخونیم. سیوم ماه می بود، برنامه کاندا دوال بود. من یک اپیزودی از یک برنامه یک شخصیت ترک پخش کردم، یه آدمی به نام آدنان اوکتان. گفتن این آدم دیوونه بوده، حتی دو سالم بردن بیمارستان روانی بستری بوده، اما آمده سو کرده، میلیون ها دلار پول ساخته، بعد رفته در کانال A9. همین آقا این برنامه رو که من پخش میکردم دوال، شما میتونید برید رو آرشیو اندیشه، همین تصویر این آقا در اونجا قرار داره و این رو دیدم. تو بالاترین هم بسیاری از بچه ها رفته بودن و نگاه کرده بودن. من در اون برنامه اشاره میکردم آقای آدنان ضمن این که به خطر هسته‌ای شدن ایران برای اون مانکن‌های زیباروی خودش در واقع عنوان میکرد، تحلیل میکرد، حمله سختی هم به شیعیزم در ایران میکرد و معتقد بود که پذیرش امام زمان و حتی مسائلی که شیعه ها مطرح میکنن بسیار خطرناک است، چرا داره جماعت جهان اسلام رو از هم جدا میکنه. بنابراین اون زمان ما اشاره کردیم منتظر باشید، به زودی غافلگیر خواهید شد و اون هلال شیعه یا شاهرای شیعه که از تهران تا در واقع در میتونیم بگیم نوار غزه ادامه داره، اون به زودی قطع خواهد شد. و دیدید چه اتفاقی افتاد. چرا؟ ما در همون زمان دو تا تصویر دیده بودیم که پسران اردوغان با همین رهبران داعش عکس گرفتن، عکس یادگاری. حالا آیا ترکا اینا رو ساختن؟ نه، خیلی معتقدن ترکا پشت اینا هستن که بعد برن به ناتو بگن R2P Responsible to Protect، ناتو بیاد اینها رو بزنه. نه، ناتو وارد بازی فعلا نخواهد شد. چرا؟ خب دو جماعت اسلامی هم دیگر رو میکشن، چرا بیان نجات بدن؟ اینها مگه نمیبینید یک نوع سکوته؟ اتفاقا یکی از بچه های من، اجازه بدید این رو در واقع به شما جوان ها میگم، آریان پارسی، اتفاقا بسیار ظریف نوشته چرا هیچکس درباره داعش نگفت در پاکستان چیکار میکرد، چرا هیچکس از این آقای غنی، اشرف غنی که الان در افغانستان میخواد رئیس جمهور بشه، نیپرسه شما با اینا چیکار داشتی، چرا 30,000 سرباز آمریکایی اونجا هستن هیچکس حرف نمیزنه، چرا ارتش مصر هیچ کاری نمیکنه، چرا ارتش عراق هیچ کاری نمیکنه، چرا داعش تا مرزهای عربستان رفته ولی عربستان با اون ادعایی که یکی از بهترین و نیرومندترین و مجهزترین نیرو هوایی رو داره چرا داعش رو نمیکوبه، چرا شیخ کویت صداش در نمیاد، اون دفعه اومد از آمریکا کمک خواست، حالا چرا صداش در نمیاد، چرا میره تهران با روحانی ملاقات میکنه؟ از این بهتر تحلیل دیدین؟ این بچه ها در فیسبوک من در اون محله امید این تحلیل ها رو میذارن. وقتی شما این تحلیل ها رو میخونید احساس غرور میکنید و احساس این که یک نوع میتونم بگم رضایت که یک نسل دیگری به دنیا میاد، یک نسلی که در میابه بازی ها رو مثل ایدئولوژیک نگاه نکنه، با احساس نگاه نکنه، با منطق نگاه کنی. الان من 16 تا مقاله در روبروی خودم دارم در رابطه با داعش، در واقع نفس تونی رو گرفته بودم که این یکی رو کپی کن، اون یکی، همین الان یکیش رو نگاه کنید. در اولا یک این رو نگاه کنید، در مورد این است که این مسلمانان عصبانی چه کسی هستند. آقای بلوط نوشته
در فورین پالیسی جورنال اشاره کرده تمام جهان اسلام نسل به نسل یادش نرفته که امپراتوریش ازش گرفتن. بعد از سقوط امپراتوری عثمانی، امپراتوری که از آن سوی افغانستان بود تا آن سوی آفریقای شمالی، یعنی لیبی، تونس، همه مصر، سودان، اگرم نگاه کنید امروز بسیاری یک نقشه ای رو در واقع همینجور منعکس میدن که آقای البغدادی خلیفه جدید گفته ما از هند تا اسرائیل رو فتح خواهیم کرد. شما باورتون میشه؟ نه. ولی چیکار دارم میکنم؟ پروموت میکنن. بسیاری از تلویزیون های دنیای غرب اینها رو پروموت میکنن، دستگاه پروپاگاندای اینا شدن. چرا؟ احتیاج بهش دارن. یک نوع وحشت در خاورمیانه پدید اومده. حتی شیعه ها اینا رو نگاه نکنید، رژه میرن در خیابان ها مال آقای مقتدا سعد، نمیدونم اون یکی مکارم شیرازی یا اون دلقک ها میان جهاد میدن. همه وحشت کردن. میدونید چرا؟ چون هیچ کس نمیدونه پشت سر این گروه چه کسی ایستاده. این خطرناکه. این آقا کیست که یک دفعه تمام نشریات معتبر دنیا عکسش رو چاپ میکنه؟ ISIS. آقای زرقاوی کشتید دیگه، پس این از کجا پیدا شد؟ خبره خانومی هست به نام خانم سریا سپهرپور اوریخ، خیلی مقاله می نویسه، همیشه هم بر ضد نئوکان ها می نویسه. ایشون گفته تمام این حوادث که اتفاق افتاده پاسخگوش همون حمله به عراقه. خب حمله شد، اشتباه بود، بله از لحاظ استراتژیکی اشتباه بسیار در واقع گاف بزرگ استراتژیکی بود. من روز اولم معتقد بودم با اینکه تمام منطقه‌های سوق الجیشی نفتی دنیا رو اینها تسخیر میکردن. حالا خیلی ها میگن این همان پروژه کلین بریکی بود که اسرائیل و گروه نئوکان ها برای پاکسازی منطقه استفاده کردن. بله همین پروژه است، پروژه بود اون موقع، حالا تغییر کرده، حالا یک بازی دیگه است. وقتی این مقالاتو میخونید، یه نفر آقای زهران، سیفیان زهران، یک محقق دیگر عرب اومده نوشته اینها، همین آقایون آمدن خلیفه‌گری سنی رو در مقابل امامت شیعه به دنیا تحمیل کنن. اگر اینها میخواهند خلیفه‌گری سنی را بندازن، خب بپرسیم آیا باید دولت ترکیه بره؟ آیا باید دولت عربستان بره؟ چون اینا میگن ما میریم و مکه و مدینه رو با خاک یکسان میکنیم. اینها میگن ما میریم و به اصطلاح تمام اماکن مقدسه شیعه رو از بین خواهیم برد. اولین قدمی که کردن تمام مسیحی ها رو از منطقه بیرون کردن. من از روز اولم گفتم هدف بازی برگ اسلامی بیرون کردن تمام اقلیت‌های مسیحی و احتمالاً در واقع بهایی از اون منطقه است که در ایران اتفاق میفته و اداره اتفاق میفته. خودتون رو فریب ندید. اینها که اومدن اولین کاری که کردن، اتفاقاً یک آقایی نوشته بود که بعد از 1600 سال در سوریه هیچ کس به کلیسا نرفت، یعنی خداحافظ. خب پس بی جهت نیوردن. اینها میخواهن، من از روز اول گفتم پروژه‌ای که کلوب روم داشت همین بود. 13 منطقه بود دنیا، یک منطقه تمام اسلامی شده بود. یعنی حق ندارید مدرنیزه شید، حق ندارید سکولار بشید. ما به محض اینکه میایم یک حکومت سکولار رو شاهد باشیم در منطقه، بلافاصله سرشو زیراب میکنن. شما نگاه کنید از آن روزی که مسائل سوریه پیش آمده، مسائل مصر پیش آمده، یک مقدار جدیتر مسائل رو نگاه کنید و متفاوتتر. این بازی خطرناکیست، نه فقط رژیم تهران رو هم ذوب خواهد کرد که خواهد کرد، چرا که حالا آقای سردار سلیمانی ناچاره در 3 جبهه بجنگه. این اشتباه رو نکنید، این به سود رژیم تهران نیست. بعضی ها فکر میکنن به سود رژیم، نه، آقای سلیمانی باید از عراق حمایت کنه،
که آقای ملکی و نوچه‌هاش بمونن، باید بره به کمک آقای بشار اسد. پوتین که آدم نمیفرسه، حتی این شایعه که پوتین سخوی روسی فرستاده، نه، اینها جنگنده های عراقی بودن که خود ایرانی ها دادن. چرا ایرانی ها دادن؟ که نیرو نفرستن. خود آقای سلیمانی باهوشتر از بقیه است، میدونه اگر نیروهاش برن اونجا قتل عام خواهند شد.